Bismillahirrahmanirrahim. Dua baroyi murda dar namazi janaza. الدعاء للميت في الصلاة عليه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار بار إله أرى ببخش وبر أرى رحمكن و عافیت نصیبش بگردان و از وی گذشت کن بار الها مهمانی او را گرامی دار و قبرش را وسیع بگردان و او را با آب و برف و یخ بشو و از گناهان چنان پاکش بگردان که لباس سفید را از آلودگی پاک میگردانی پروردگارا به او خانه بهتر از خانه اش و خانواده بهتر از خانواده اش و همسر بهتر از همسرش عنایت فرما و او را وارد بهش کن و از عذاب قبر و دوزخ پناهش ده. فایده حدیث فایده اول سودمند شدن دعای انسانهای نیک برای مرده که این از برکت الهی در حق امت است. فایده دوم نماز بر مرده نشانه همدردی اجتماعی بین مسلمان ها است. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده بار الها زنده و مرده حاضر و غایب مرد و زن ما را مورد آمرزش قرار بده بار الها هر کسی را که میان ما زنده نگه می‌داری بر اسلام زندهش نگه دار و هر کسی را که می‌میرانی بر ایمان بمیران بار الها از اجر این متوفا ما را محروم مگردان و بعد از وی ما را گمراه نکن. فایده های حدیث فایده اول ثبوت دعاهای گوناگون از رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاصتاً در حق مرده ها. فایده دوم دعای خالصانه چیزی است که هم مرده به آن نیاز دارد و هم خود دعا کننده. زیرا برای میت به منزله شفاعت در حق است. فایده سوم مستحب است طلب استقامت همیشگی بر دین و ایمان. چرا که انسان تا زنده است از بدی شیطان و فتنه ها در امان نیست. اللهم این فلان ابن فلان فی ذمتک و حبل جوارک فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم بار إله همانا فلان پسر فلان در امان و پناه تو است پس او را از فتنه قبر و عذاب دوزخ نجات بده به یگان شک تو اهل وفا و حق استی بار الها او را ببخش و بر وی رحم کن البته تو بخشنده و مهربانی. فایده های حدیث فایده اول مشروع بودن دعا برای میت با ذکر نام و نام پدرش زیرا نسب انسان چی در دنیا و چی در آخرت به پدرش ختم می شود و نه به مادرش. فایده دوم گاه دوها با صدای بلند به خاطر آموزش مردم هیچ باکنده دارد. چنانه که
در این روایت راوی میگوید شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین دعا میکردند. دعای دیگر: اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عنه. بار الها این شخص بنده تو و فرزند کنیز تو است که به رحمت تو نیازمند است و تو از عذاب دادن او به نیازی. اگر نیکوکار است بر نیکیهایش بیفزای و اگر بدکار است و از او گذشت بکن. فایده های حدیث: فایده اول، دعا در حق مردگان اگر الله بخواهد برای آنان مفید واقع خواهد شد. فایده دوم، همه کارها در دست الله سبحانه و تعالی است، بنابراین روانیست که جز الله به فریاد خوانده شود، نه فرشته مقرب و نه پیامبر و نه کسی دیگر از اولیای الهی را.